بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. ای اهل نظر، کعبه اهل نظر اینجاست. ای اهل نظر، کعبه اهل نظر اینجاست، زیرا حرم زاده خیر البشر اینجاست. خورشید ولایت گوهر بحر هدایت، خورشید ولایت گوهر بحر هدایت، توبای بهشت علوی را ثمر اینجاست. آیید به شهر ری و خوانید خدا را، زیرا که به حاجات همه خلق در اینجاست. سلام عرض ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی، از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید صحتمند و سرحال باشید و طاعات عبادات شما قبولی درگاه حق باشد انشاءالله. در واقع تبریک عرض میکنم ایام میلاد با سعادت حضرت سید عبدالعظیم حسنی رو خدمت همه شما مؤمنین و مؤمنات در سرتاسر دنیا. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید ایام خوش و عید رو لبهای شما پر از لبخند باشد انشالله. عزیزان، امشب برنامه ما اختصاص داره به زندگی و زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی. انشالله تا انتهای برنامه با ما باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مطهری هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب ما. علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و بستندرکاران شبکه خوب هادی تیوی، و همچنین تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی را محضر شما و همه مؤمنین. انشاءالله باشد که به همه ما و شما خداوند توفیق اقتدا و رهروی راه خوبان و صالحانی از بندگانش رو عنایت کنند انشاءالله. تشکر میکنم شما جناب استاد از اینکه قبول زحمت کردید تا امشب در خدمت شما باشیم. بینندگان عزیز، همونطور که عرض کردم برنامه امشب ما اختصاص داره به بررسی فعالیت ها و زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی. بدون شک ایشون میتونه یکی از الگوهای خوب در زندگی ماها باشد، الگو برای پیروی علل خصوص. شخصیتی که محضر چند امام معصوم رو درک کرده و یک شخصیتی بسیار بزرگواری هست. عبدالعظیم که میگیم، عبدالعظیم حسنی واقعا عظیم است، و انشاءالله که در این باره میشنویم جناب استاد. جناب استاد، قبل از اینکه وارد مباحث اصلی بشیم، لطف بکنید توضیحات اجمالی رو در خصوص زندگانی آن حضرت بیان بفرمایید تا بریم سراغ سوالات اصلی برنامه امشب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه الصلاة والسلام فرزند عبدالله ابن علی ابن الحسن ابن زید ابن حسن هست که با چهار واسطه به امام مجتبی امام حسن علیه السلام میرسد. ایشان در سال 173 هجری قمری چشم به جهان گشود و در سال 252 از دنیا رفت. مدت عمر ایشان 79 ساله. ایشان از بندگان خوبی خدا بوده واقعا در زمان اونطوری که تاریخ نقل کردن. حالا محضر 5 تا امام درک کرده، ولی معروف اینه که 4 تا امام، اما محضر آقا موسی بن جعفر که میگه حضرت رو در زمان ایشان بوده ولی حضرت رو ندیده، درک نکرده، این حضورا ندیده. یا قول اینه که نه، زمان آقای امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، چون در سال 252 ایشان از دنیا رحلت کرد، در 3 سال قبل از ولادت حضرت حجت صلوات الله علیه، از زمان آقای امام حسن عسکری رو هم درک کرده. حالا مهم این نیست، مهم اینه که شان در مدت حیاتی که در محضر ائمه معصوم علیه السلام بوده، حقیقتا اونطوری که وظیفش بوده
حجت و ولی خدا را شناخته و در این راه ثابت قدم مانده، در عصری که خصوصا عصر آقای امام مهدی علیه السلام که بسیاری ها لغزیدن و در واقع از مسیر حق منحرف شدن و ایشان عملا ثابت کرد و به خیلی های نشان داد که چگونه میتوان انسان در راه دفاع از حق و در راه شناخت حق ثابت قدم بماند. و عبدالعظیم حسنی علیه السلام یکی از این کسان بود. ولذا مورد اعتماد خاص آقای امام هادی علیه السلام، مورد اعتماد آقا امام عسکری، مورد اعتماد آقا امام جواد و یکی از مهمترین راویان حدیث بوده که احادیث مهمی در رابطه با غیبت امام زمان علیه السلام از امام جواد علیه السلام توسط ایشان نقل شده که در کتاب اختصاص در کتاب کمال الدین روایاتی داریم در رابطه با آقای امام زمان از زبان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که همه اینها نشان دهنده اینه که ایشان در مسیر ولایت ائمه در سخت‌ترین شرایط ثابت قدم مانده. خدا انشالله به همه بندگان خوبش انشالله چنین توفیق رو بده که همچون سید بزرگوار سید عبدالعظیم حسنی مورد اعتماد امامش باشه. انشالله که از خداوند بخوایم که همه ما به این مقام برسیم که انشالله امام زمان ما هم به ما اعتماد داشته باشه. و چه بزرگ سعادتی است چنین وصفی که برای هر انسان داده شود و هر شیعه بدون شک. جناب استاد همونطوری که فرمودید جناب سید عبدالعظیم حسنی که معروف امروز به شاه عبدالعظیم هست که ایشون در شهر ری هم دفن هست، خب در خصوص ارتباط ایشون با ائمه همونطور که فرمودید که ایشان با محضر 4 از ائمه معصومین رو درک کردن، در خصوص ارتباطشون با ائمه لطف کنید توضیحات رو اینات فرمایید. ببینید حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با اینکه محضر 4 در زمان حیات 4 امام یا 5 امام حیات داشته، ولی بیشتر زمان عمر حضرت با امام جواد و امام هادی علیه السلام گذشته، یعنی بیشتر از محضر این دوتا امام بزرگوار کسب فیض کرده که ما عرض کردیم روایت زیادی از حضرت امام جواد در رابطه با امام زمان نقل کرده است و همچنین از امام هادی علیه السلام بیشتر و ارتباط خاصی با حضرت امام هادی صلوات الله علیه داشت، به گونه ای که تا زمانی که آقای امام هادی علیه السلام در شهر مقدس مدینه بود آنجا از محضر امامشان کسب فیض میکرد، بعد از آن که آقای امام هادی اجباراً توسط خلیفه عباسی از مدینه در سامرا در یک در واقع پادگان نظامی در یک معسکر اجباراً جا داده شد، حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برای استفاده از حجت خدا که بیشتر آموزه های دینی و معارف دین را بتواند بفهمد و کسب کند و بعد نشر کند، از مدینه هجرت میکنه میایه به سمت سامرا و مدت زیادی را از محضر امام هادی علیه السلام کسب فیض میکنه بدون اینکه مردم زیاد متوجه بشه، به تعبیر دیگر ناشناخته و گمنام در محضر آقای امام هادی علیه السلام بوده و از محضر آقای امام هادی کسب فیض میکرد، در حالی که امام هادی علیه السلام با یک حکومت خیلی سختگیر، شقی و خطرناک مثل متوکل در اون زمان زندگی میکرده. متوکل کسیه که در دشمنی با اهل بیت پیغمبر علیه السلام از همه حکام دیگه در واقع دستی چه بالاتری داشته، به خاطر که ما داریم در تاریخ چندین بار این ملعون قبل سید شهدا علیه السلام رو خراب میکنه، چقدر زائرین سید شهدا رو به شهادت میرسانه. حالا کل حال خوب در چنین شرایطی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام میه محضر آقای امام مهدی، اما همین که یک مقدار شهرت پیدا میکنه و مردم با خبر میشه که حضرت امام هادی علیه السلام عده‌ای رو داره تربیت میکنه، اونجا حضرت دستور میده که باید برن از اینجا به شهر مقدس ری که در اونجا در واقع گمنام زندگی میکنه یک مدتی را،
که اونجا بعدا کم کم چی مشهور میشه. ولی خب سعی میکرد که ارتباطشون با ولی خدا از هر طریق حفظ کنن. به خاطر همینه که ایشان توانستن جایگاه بالایی را از نظر علمی، از نظر معرفت و بصیرت به دست بیارد، به گونه ای که امام هادی علیه السلام مردم را برای یاد گرفتن عقاید صحیح و آموزه های دینی به عبدالعظیم حسنی ارجاع میده که برده ازشان بپرسه. این نشانینده جایگاهی ایشان. تشکر میکنم. و شما جناب استاد، بینندگان عزیز، همونطوری که همه شما از آن مستحضر هستید، ما در شب جمعه قرار داریم و چه مبارک شبی است که علی الخصوص امشب شب عید هم هست، شب میلاد با سعادت یکی از اولیاء الله و یکی از بندگان شایسته خداوند که از محضر ائمه معصومین علیه السلام استفاده زیادی داشته و بدون شک واسطه خوبی میتونه در محضر ائمه برای همه ماها باشه. امشب زیارت سید الشهدا علیه السلام هست. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید برای دقایقی هم که شده دست ادب روی سینه بگذارید، یک سلامی به سید الشهدا بدید. بدون شک انشاءالله ثواب عظیمی نصیب شما عزیزان خواهد شد و انشاءالله که زیارت سید الشهدا رو امشب نصیب خواهید شد. و همینطور دعای کمیل وارد شده، حتما اگر فرصت دارید، اگر وقت دارید عزیزان، دعای کمیل رو که یکی از بهترین دعاها که وارد شده در اعمال امشب، انشاءالله عزیزان ما بخوانید و بنده حقیر و عزیزانمون رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. عزیزان، ما یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، بعد از میان برنامه انشالله برمیگردیم در خدمت شما خوبان هستیم. حریم تو بوی خدا میدهد، شمیم خوش ربنا میدهد، رواق تو رونق افزای بهشت، رواق تو رونق افزای بهشت، ذریح تو دل را جلا می دهد. نسیمی که از کوی تو می وزد، دل عاشقان را صفا می دهد. هر آن کو که شد زائر کوی تو، دلش بوی مهر و وفا می دهد. حدیثی دلنگیز آمد بیاد، پیامی که آن مقتدا می دهد. که من زار عبدالعظیم بری، که من زار کرب و بلا می دهد. تو آن سرو بالا بلندی که عشق به دستت گل حل عطا می دهد. تو از نسل پاکان و پاکی تو راست، و حق نور تقوا تو را می دهد. محیط کریمانت سبز باد، که گنج سعادت به ما میدهد. جگرگوشه سبت پاک رسول، که بوی خوش مجتبا میدهد. کلید در گنج عزت خدای، به حکمت به دست شما میدهد. سراج منیری و نور امید، نگاهت به عالم ضیا میدهد. هر آن کس که مهر تو دارد به دل، کجا دل براه خطا می دهد، کجا دل براه خطا می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه به وقت بیداری از تلویزیون هادی تیوی. امیدوارم که همچنان برنامه خودتون رو بیننده باشید. بینندگان عزیز، من یادآور میشم که پول ارتباطی شبکه جهانی هادی تیوی و برنامه به وقت بیداری شماره مثبت 964-780-255-40-13 هست. عزیزان ما میتونن از طریق برنامه واتساپ، در چند روز متاسفانه غیر فعال بود، من بعد میتونن پیامایشان و پیشنهاداتشان با ما شریک بسازن. در کارشناسان ما انشاءالله در اسرع وقت جوابگویشان خواهد بود. و همینطور برنامه های تلویزیونی هادی تیوی رو میتونین همه شما بینندگان عزیز از طریق شبکه های اجتماعی، برنامه فیسبوک و برنامه اینستاگرام و همینطور برنامه های دیگر بیننده باشید برنامه خودتان رو. و همینطور در یوتیوب هم تلویزیون هادی تیوی رو انشالله داشته باشید. در ادامه برنامه امشب در خدمت عزیزمون هستیم، سرور عزیز ما جناب آقای مطهری. همونطور که فرمودین، یکی از دوران مهمی که در زندگانی حضرت
سید عبدالعظیم حسنی علیه السلام بوده، دوران حیات امام هادی علیه السلام بوده و ایشون هم از محضر امام هادی علیه السلام استفاده میکرده. لطف فرمایید به اهمیت وجود سید عبدالعظیم حسنی در زمان امام هادی توضیحات رو نت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خب این همونطور که اشاره کردم در عصر که خیلی ها از دین، حتی خیلی از سادات حسنی از مسیر حق منحرف شدن، خب وجودی همچون شخص مثل عبدالعظیم حسنی علیه السلام در عصر امام هادی که عصر اختناق فشار و در واقع زندانی امام بود، که امام در واقع محصور بود به یک نفر در زندان برای یک پایگاه نظامی و محدودیت هایی که برای ملاقات امام و عدم ارتباط مردم با امام بود، قطعا وجود حضرت عبدالعظیم حسنی در چنین شرایطی از اهمیت خاصی برخورداره، هم از نظر تقوا و تدین، هم از نظر علم، هم از نظر این که این توانایی در واقع چه حمل معارف دین و گرفتن معارف دین از امام و رساندنش به مردم باشه، این خیلی مهمه. بله. که در چنین عصر بتونه یک رسالت مهم و اساسی را که سرنوشت ساز برای انسان در دنیا و آخرت با خودشون چی بردار و حمل کنن. لذا ما تعبیراتی داریم وقتی که ایشون دینش رو بر امام هادی علیه السلام عرضه میکنه که خودش پیام‌هایی داره، حضرت میفرماید تو از شیعیان حقیقی ما هستی. یا در جای دیگه حضرت میفرماید به اون کسی که میای از آقای امام هادی سوالاتی بکنه، حضرت میفرماید از عبدالعظیم حسنی بپرسید و سلام ما را به او برسان. و این نشان دهنده اوج عظمت و جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در زمان امام هادی علیه السلام و در نزد ائمه معصوم علیه السلام، که قطعا در هر امام معصوم علیه السلام افراد محدود و معدودی اطرافشان بوده که می توانستن علوم الهی را در واقع از امام بگیره و برای مردم برسانه، یا به تعبیر دیگر پیام رسان امام و پیام رسان حق و حامل در واقع پیام حق باشه برای مردم و برای اطرافیان خودش. و حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از چنین معدود کسانی بوده که در زمان آقای امام هادی، امام جواد، امام رضا و امام عسکری یا آقا مسلم جعفر علیه السلام هم بوده. بله. تشکر میکنم از شما جناب استاد. به یک نکته بسیار ظریف و مهمی اشاره کردید، بحث شرح عرض دین سید عبدالعظیم حسنی علیه السلام به محضر امام هادی علیه السلام. خب این بحث یک مقداری من فکر میکنم این رو بیشتر توضیح بدین، یک بحث بسیار مهم هست و خود بنده بسیار مشتاق هستم که از شما بشنوم که داستان شرح همین عرضه دین خودش به امام هادی علیه السلام از چه قرار هست. اجازه بدین من نفس اون متن را بخوانم که ایشون از امام هادی علیه السلام سوال میکنه، که این در واقع برای تمام زمانها به درد میخوره، در زمان امام لازمه که ما بدانیم عقیده صحیح چه عقیده یه که ایشون از میره از منبع علم و از حجت خدا در واقع سوال میکنه. میگه که عبدالعظیم حسنی اون دیدگاه و باوری که داشت، میگرفت محضر حضرت امام هادی علیه السلام، در واقع ایمانش و دینش رو عرضه کرد و گفت که ای پسر پیامبر خدا، میخواهم دینم را به محضر شما عرضه کنم. بله. اگر مورد رضایت شما بود بر آن استوار باشم. بله. من بیان میکنم که چی باورهایی دارم، چی اعتقادی دارم، اگر شما تایید کردید همون قبول میکنم. بله. همون ادامه میدم. بله. قطعا مفهوم هم داره که اگر شما قبول نکردید شما به ما یاد بدید. بله. چیکار بکنید. بله. میخوای یعنی یک خیلی چیزا با تقلید نمیشه، با همینطور بالاخره من فلان کار میکنم یا فلان چیز انجام میدم، نه. این مهمترین درسش با ما اینه که باید بریم آموزه های دینی رو از اهلش سوال کنیم، از اهلش باید یاد بگیریم. بله. بعد امام با لبخند از پیشنهاد او استقبال کرد، خیلی خوبه، و فرمود ای ابوالقاسم بگو. عبدالعظیم گفت معتقدم که خدای تبارک و تعالی بی‌نظیر است، یعنی مثل اون وجود نداره و چیزی همانند او نیست، از دو حد ابطال و تشبیه بیرون است. توجه داریم؟ و او جسم، صورت، عرض و جوهر نیست، بلکه ایجاد کننده اجسام و صورت بخش صورت هاست. اینا واضح نیست، به ترجمه نداره. و
و آفریدگار اعراض و جواهر و پروردگار و پروردگار و مالک و جاعل و پدید آورنده همه چیز است. بعد میفرماید خب این در رابطه با توحید که خدا این گونه است، مثل هیچ کدام از مخلوقات خود نیست و محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده او و خاتم پیامبران است و هیچ پیامبری پس از وی تا روز قیامت نیست. آره، لذا کسایی که ادعای پیغمبری میکنن خب اینا بطلانشان واضحه دیگه. و شریعت او آخرین شرایع است و پس از آن تا روز قیامت شریعتی نخواهد آمد. معتقدم که امام و خلیفه و ولی امر بعد از پیغمبر کیه؟ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، سپس حسن و بعد حسین و بعد علی ابن الحسین و پس از او محمد ابن علی امام باقر و بعد جعفر ابن محمد، سپس موسی ابن جعفر و بعد از او علی ابن موسی و بعد محمد ابن علی هستند و سپس شما مولای من هستید. پس از آن امام میفرماید که و پس از من پسرم حسن. آره، آقا امام هادی ادامهش تعلیم میده. تا اینجا درست آمدی به تعبیر درست، ولی بعد باید دو تا امام دیگرم قبول داشته باشه. و پس از من از من پسرم حسن و حال مردم پس از وی نسبت به جانشین او چگونه خواهد بود. حضرت عبدالعظیم از حجت بعد از آن حضرت پرسید، حجت بعد از آن حسن عسکری که، و گفت مولای من وضع آن حضرت چگونه است؟ فرمود چنان است که شخص آن امام دیده نمی شود و روا نیست نام او برده شود. بله، در اصل عیبت تا اینکه قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید چنان که پر از ظلم و جور گشت است. این در واقع این قسمتش برگشته به مهدویت و وجود امام و ظهور امام صلوات الله علیه دار. حضرت عبدالعظیم حسنی ایمان خود را با آنچه امام هادی فرموده اظهار کرد و گفت اقرار میکنم و معتقدم که دوستدار ایشان دوستدار خدا و دشمن ایشان دشمن خداست و طاعت ایشان طاعت خدا و نافرمانی از ایشان نافرمانی از خداست. معتقدم که معراج پیامبر حق و سؤال قبر حق است و بهشت و دوزخ صراط و میزان حق است و قبر حق است. همه اینها بیان میکنه و روز قیامت بی تردید خواهد بود و خداوند تمام کسان را که در دل قبر آرامیده مبعوث خواهد کرد. یعنی اعتقاد به چی؟ معاد. بعد میفرماید و معتقدم که پس از ولایت، یعنی ولایت ائمه، واجبات عبارتند از نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر. توجه دارید؟ یعنی اینا جزء واجبات الهیه و جزء واجبات دینه، مثل حج اینا که حالا اگه دی امروز مثلا تبلیغ میکنه که ایام حج میشه که چرا به فقرا، نه حج واجبه. حج یکی از در واقع ارکان دین الهیه. بعد امام هادی علیه السلام ضمن آفرین گفتن و تأیید عقیده او چنین فرمود. ایشون وقتی عقیدش عرض کرد حضرت فرمود پس بر همین رویش استوار باش. یعنی همین که با بیان کردی همین رو داشته باش. خداوند تو را در دنیا بر این عقیده استوار و در آخرت ثابت قدم و پا بر جا بدارد. ببینید شما این عقیده‌ای که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام عرضه میکنه، این عقیده اش را بر امام هادی علیه السلام، امام به عنوان حجت خدا تأیید میکنه. این در واقع وقت امام دینی را باور را تأیید میکنه، یعنی این باور باور صحیح و کارآمده تأثیر گذار. یک نکته دوم، چرا حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام این کار را کرد؟ چه نیاز داشت؟ این چند تا در واقع پیام داره، چند تا اثر داره. یکی این که در اون عصر اعتقادات و باورهای مختلفی در بین مذاهب شیعه به وجود آمده بود که فرقه زیدیه بود، مشبهه بود، بالاخره صوفیه بود، فرقه های دیگری به وجود آمده بودن. بعد مذاهب دیگری وجود داشتن که حضرت عبدالعظیم حسنی این رو عرضه میکنه، یک از این جهتی که خب این همه مذاهب و دیدگاه ها و بالاخره مکتب هایی به وجود آمده، کدامش درسته؟ من این باور دارم، شاید خب امام بتونه کمی نقص باشه امام اصلاح کنه. نکته دوم این که برای دیگران در اون عصر که عصر اختناق و فشاره، شاید خیلی جرأت نمی کردن که مثلا
این گونه عقیدش رو عرضه کنه و چی بسا اگر خیلی از عقیده حضرت عبدالعظیم با خبر بوده حضرت میکشتن. توجه داریم؟ حضرت میکشتن. لذا مخفیانه با امام ارتباط داشت و وقتی که کمی مشهور میشه در سامرا ایشون امام دستور میده که از اینجا بره، از شهر سامرا مهاجرت کنه، میره ساکن میشه در شهر ری، اونجا مخفیانه زندگی میکرده و تعبیر دیگه وقتی ایشون این قضیه رو میپرسه اهمیت مسئله اعتقادیه که مبادا انسان بمیره ولی اعتقادش ناقص باشه، که نکته بسیار مهمیه و خصوصا در عصر ما اونطوری که بسیار از بزرگان ما اجداد ما با سخت‌ترین شرایط در مقابل حکام وقت توانستن این مذهب را این دین را امانتا به ما برسانه، این امانت الهی را به ما رساندن و خودشون حفظ کردن، بر ماست که از عبدالعظیم حسین علیه السلام یاد بگیریم و آموزه های دینی و خصوصا مسائل عقائدی را هم یاد بگیریم، هم به فرزندانمون و اطرافیانمون چی یاد بدیم که مبادا این امانت الهی از یاد ما بره. و قطعا لازم جوانان امروز و چون امروز عصر ارتباطات که دنیا مثل یک دهکده نه بلکه مثل یک خانه، مثل یک اتاق شده و مردم در اقصان اوقات این عالم پراکنده است و تهاجمات اعتقادی و فرهنگی و غیره بر جامعه اسلامی و جوانان در چهره های مختلف هجوم آورده است، ولی از خصوصا که در کشورهای دیگه زندگی میکنن جوان ها باید این مسائل عقایدی رو جدی بگیرن و عرضه کنن بر علمای متدین، مراجع سوال کنن تا انشالله ثابت قدم بمانه. سلامت باشین. خدا انشالله به همه ما چنین توفیق رو بده که بتونیم در راه دینمان درست حرکت بکنیم و همچون جناب عبدالعظیم حسنی علیه السلام که آنچرا که به او باور داشت خدمت امام گفت تا امام تایید بکند و آنچرا که نمیدانیست از امام بپرسد تا امام به او بگوید و ثابت قدم همچنان بماند، که ظاهرا دوران یک بخش از دوران امام حسن العسکری علیه السلام را هم ایشون درک کرده. بینندگان عزیز یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خوبان هستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا را سپاسگزاریم که همچنان در خدمت شما عزیزان و بینندگان خوب تلویزیون هادی تیوی از جوار بارگاه مولا الموحدین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، که بدون شک ما گزاره همه شما خوبان در این ایام هستیم عزیزان. من وقت برنامه را زیاد نگیرم، یک بار دیگه هم یادآور میشم بینندگان عزیز که پل ارتباطی تلویزیون هادی تیوی شماره مثبت 964-255-4013 هست که عزیزان ما میتونن از اون طریق با کارشناسان ما و همینطور با عزیزان ما در ارتباط باشن و چه خوب است که استفاده بکنیم از نظرات و پیشنهادات نیک و شایسته شما بینندگان و مخلصین به ائمه معصومین علیهم السلام. عزیزان برنامه های تلویزیون هادی تیوی رو میتونین از طریق شبکه های اجتماعی هم بیننده باشید، انشالله در زمانی که در روزهایی که وقت دارین در ایام تعطیلی انشالله استفاده بکنین. در موضوعات مختلف بینندگان عزیز میتونین اونجا بیننده باشین، در موضوعات مختلف کارشناسان ما برنامه اجرا کردن و کلام شیرین و ناب ائمه معصومین رو اونجا بیان کردن و شما هم میتونین استفاده بکنین. جناب استاد یک اشاره داشتین به زمان حیات پربرکت امام هادی علیه السلام که
جناب سید عبدالعظیم حسنی علیه السلام هم در همون عصر زندگی میکرده و در محضر امام هم بوده. ولی خب به کرات شنیدیم که عصر حیات امام هادی علیه السلام یک مقدار اوضاع خوب نه که بلکه خیلی زیق بوده بر امام، محدودیت ها زیاد بوده، فشار زیاد بوده. دوست دارم به اوضاع تشیع علی الخصوص یا اوضاع عامه در عصر امام هادی علیه السلام یک اشاره داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. همه ائمه علیهم الصلاه و السلام در مدت زمانی که در قید حیات بودن و رسالت عظیم امامت و هدایت بشر رو به عهده داشتن، میبینیم که برهه از فرصتشان یا تمام عمرشان در اختناق و فشار و در سختی ها و صعوبت ها زندگی کردن. که آقای امام هادی علیه السلام مثل اجداد بزرگوارشان از این قضیه مستثنا نیست. امام هادی علیه السلام 15 سال از عمر با برکتش را در شهر سامرا در واقع در زمان متوکل عباسی و بیشترش در خود شهر سامرا در واقع سپری میکنه. در اون عصر که متوکل عباسی از اذیت و آزار شخص امام، اهل بیت امام، اطرافیان امام و شیعیان در واقع کم نمیگذاشتن، توجه دارین، و سعی میکردن در این راستا بیشتر از خودشان شقاوت و ضدیت و دشمنی و عداوت با اهل بیت نشان بده. و این از یک طرف. از طرف دیگر همونطور که پیشتر اشاره کردم، جریان‌های انحرافی مثل صوفیه و مثل زیدیه و مشبهه و مجسمه، اینها که از نظر اعتقادی که بعضیشان در توحید مشکل داشتن، بعضی ها در خدمت شما عرض کنیم سایر صفات الهی، بعضی ها در امامت مشکل داشتن، و همین غالی ها، اینا هم در چنین عصر امام زندگی میکرد که این فرقه ها هم فعالیت های گسترده ای داشتن و امام صلوات الله علیه هم متوجه قضیه بود به عنوان حجت خدا که تمام این راه ها رو در واقع سد کنه، مبادا که اینها به جامعه شیعه و در اذهان شیعیان مخلص آن حضرت رسوخ کنه. لذا آقای امام هادی علیه السلام در یک روایت بسیار بلند و زیبا خطاب به حضرت عبدالعظیم حسنی میفرماید: ای عبدالعظیم، به دوستانم سلام من را برسان، به دوستانم سلام برسان و به آنان بگو که برای شیطان راهی در دل خود باز نکنن. این داره به همه ما میگه، به تمام نسل بشر تا روز قیامت. حضرت میفرماید به دوستانم، کسانی که ولایت ما را داره به تعبیر دیگر، سلام ما را برسان و بگو که در دلشان راهی برای شیطان نگذاره، شیطان به دلشان راه نده، چون قلب خانه پروردگار عالمه و لذا نباید شیطان این راه پیدا کنه. آنان را براستگویی در سخن و ادای امانت و ترک جدال و مخاصمه در مسائل بی اهمیت چی و بروی کرده به یک دیگر وزیرت هم دیگر دستور بده. بگه که اونا بگه یک راست بگه، راستگویی در سخن را، امام علیه السلام ادای امانت را و ترک جدال و مخاصمه در مسائل بی ارزش، گفتگوی علکی، مجادله و منازعه در مسائل که ارزش نداره، که امروز هم متاسفانه خیلی در گیر این قضایا هست. و امام توصیه میکنه که همدیگر رو زیارت کنید، با هم باشید. امام علیه السلام میفرماید و بر روی کرده به یک دیگر و زیارت همدیگر دستور بده، که با هم متحد و در واقع هم فکر و همراه باشید و همدیگر رو زیارت، چون این کار بعد میفرماید که چون این کار موجب نزدیکی به من می شود و به تخریب شخصیت همدیگر مشغول نباشند. یعنی وقتی امام به عنوان حجت خدا به شخصی مثل عبدالعظیم حسنی که مهمی که از مهمترین اشخاص مقرب و محبوبی نزد امام هست، امام این نکات رو به شیعیانش پیام میده که چه کار باید انجام بده، شخصیت همدیگر تخریب نکنید که این خیلی بده. در واقع که انا امام در عصر ما زندگی میکنه، واقعا انسان این روی نکات ما وقتی غور کنه متوجه میشه که امروز تمام اقشار جامعه بگنه به این مرض ها گرفتاره. تمام اقشار که میگیم این تمام اقشار، تمام اقشار که بگنه به این مرض گرفتاره. لذا بازم تکرار میکنم، حضرت این نکته جالبه، حضرت میفرماید سلام مرا به آنان بگو، سلام برسان به آنان
و بگو که برای شیطان راهی در دل راه ندهن، که برایش راهی در دلهای خود باز نکنن، آنان را براستگویی در سخن و ادای امانت و ترک جدال و مخاصمه در مسائل بی اهمیت توصیه کن و بر روی کردی به یک دیگر و زیارت همدیگر دستور بده. که ما در کلام دیگر از آقا امام رضا، از آقا مسند جعفر هم داریم که یک قسمت وقت خود اختصاص بدیم برای زیارت برادران مؤمنتان. بعد میفرماید چون این کار موجب نزدیکی به من میشود، یعنی هر کی بخواد به آقای امام هادی یا به امام زمان علیه السلام در عصر ما نزدیک بشه باید این ویژگی ها رو داشته باشه. واقعا این نکته، این قسمت رو باید انسان قاب کنه، همیشه انسان در دل اتاقش داشته باشه، در خانه یک مؤمن باید باشه که آقای امام هادی از ما خواسته اگر میخواهید به ما نزدیک شوید چی کار بکنید، راست بگویید، امانت دار باشید، با همدیگر در مسائل بی ارزش بحث نکنید و همدیگر رو زیارت کنید. بعد میفرماید که به تخریب شخصیت یک دیگر مشغول نباشید، ببینید که همدیگر تخریب نکنید اگر میخواین با آقای امام زمان علیه السلام نزدیک باشید. حضرت در ادامه مردم را از شرک ورزی به خدا و کینه ورزی نسبت به همدیگر برحذر میدارن، کینه از مؤمن در دل نداشته باشید، همچنین نسبت به خدا چی شرک نورزید، که آیات قرآن هم صریحا اینو بیان میکنه که در این قسمتی که رب خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از زبان ربنا ولا تجعلنا غلا للذین آمنوا، ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدا در ذهن ما در وجود و قلوب ما چه حقد و کینه نسبت به مؤمن قرار نده. بعد حضرت در این نکات بسیار بلند و با ارزش در واقع مردم را توسط حضرت عبدالعظیم سفارش میکنه، یعنی خود ببینیم در اون زمان پس این امراض بوده، وقت حضرت سفارش شما این کار نکنید و حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات الله علیه خب از این صفات بد و زشت مبرا بوده که امام او را معتمد و پیامرسان خودش چی قرار میده که به شیعیان ما سلام برسن و اینها را به شیعیان ما ابلاغ. بسیار تشکر میکنم از شما جناب استاد، واقعا لذت بردیم از اینی که بیان فضائل و فضیلتی از جناب سید عبدالعظیم حسنی کردید. تشکر شما، باز هم از یک قبولی زحمت کردید و یک تشکری ویژه شما دارم و همینطور شما بینندگان عزیز که تحمل کردین طی چند دقیقه برنامه ما رو بیننده بودین، جهان سپاس از شما خوبان و عزیزان. باز هم در پایان یادآور میشم که شماره و پول ارتباطی تلویزیون هادی تیوی شماره مثبت 964-255-13 هست. انشاءالله عزیزان ما از این طریق میتونن با ما در ارتباط باشن و ما هم در خدمت شما عزیزان هستیم، افتخار میکنیم. عزیزان اشاره داشتم به اینی که امشب شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام هست و همینطور جناب استاد هم اشاره داشت در فضیلت زیارت عبدالعظیم حسنی، عزیزانی که تونستن مشرف بشن در کربلای معلا خوب خداوند از همه قبول بکنه، اونایی هم که نتونستن حد از مشرف شدن به زیارت سید عبدالعظیم حسنی، خداوند انشاءالله بهشون جزا و اجر و پاداش زیارت سید الشهدا رو بهشون بده. اونایی هم که اردو گزینه رو نتونستن دست ادب روی سینه گذاشته یک سلام به سید الشهدا علیه السلام بدهند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عزیزان برنامه ما همینجا به پایان میرسه، شما رو به خداوند یکتا میسپارم، خداوند یار و مددگار شما.